بریم سراغ یه تمرین دیگه که باهاش غریبه نیستید. To which sentences these words belong. خب به کدوم واژه ها معذرت میخوام، به کدوم جمله این واژه ها تعلق دارن. Two words are extra. دو تا واژه چی هن؟ دو تا واژه اضافی هن که در واقع با همون contextualization یا آنالیز متن در ارتباط ما داریم vocabulary رو داریم کار میکنیم دیگه. خواهش میکنم نگاه کنید این واژه ها رو، میخوایم جاشون رو پیدا بکنیم. Mission، vehicle، observe، remain، indicate، beyond و artificial. میشن ماموریت، ببینید چرا اینا رو میگم. میشن ماموریت اسمه، اسمه. خب ویکل وسیله نقلیه، ماشین، کامیون، هر چیزی که بتونه به نقل و انتقال کمک میکنه اسمه. ابزرو مشاهده کردن، رایت کردن، اظهار نظر کردن فعل. ریمین باقی ماندن فعل. ایندیکیت نشان دادن، هاکی بودن فعل. اینا همش توی واژگان این درس هست. بیاند ماورا یا فراسو، هم میتونه حرف اضافه باشه هم میتونه قید باشه. آرتیفیشل یا آرتیفیشل یعنی مصنوعی، غیر طبیعی، صفته. خب چرا میگم قید فعل، صفت، اسم، حرف اضافه است؟ چرا؟ به خاطر اینکه میتونید از یه نشانه هایی توی جمله حدس بزنید که اینجا ما اسم لازم داریم، فعل لازم داریم، صفت لازم داریم، قید لازم داریم. جمله ها رو ببینید خواهش میکنم. توی این جمله خب the bank will she open until renovations are carried out. میگید renovation من بلد نیستم، حقم دارید. خب خیلی ساده است، به این ویل نگاه بکنید. ویل مگه مودال فعل کمکی ناقص نیست؟ مگه بعدش فعل به صورت ساده نمیاد؟ خب کدوم گزینه هم فعل هم صورت ساده داره؟ میشن نیست، ویکل نیست، ابزرو ممکنه باشه، ریمین ممکنه باشه، ایندیکیت اصلا نمیتونه باشه برای اینکه ایدی داره بعد ویل نمیاد، بیاند نمیتونه باشه برای اینکه قید یا حرف اضافه است، آرتیفیشل نمیتونه باشه برای اینکه صفته. پس یا چیه؟ یا ابزرو یا ریمینه. خب حالا بانک رو ببینید، بانک. اوپن آنتیل رو ببینید، باز تا، تا وقتی که حالا این ور رو نمیدونیم اصلا رینوویشن یعنی چی، چه اتفاقی قرار بیفته. اصلا معنی هم نمی کنم، خودتون برید معنی رینوویشن رو پیدا کنید. خب بانک، بانک باز میمونه، تا باز چی میمونه، تا باز باقی میمونه، تا کدوم گزینه؟ ریمین. درسته، دیدید چجوری پیدا بکنید؟ اینجا رو بیخیال شید، اونجا رو بگیرید، راحت میتونید اضافه کنید. رینوویشنز یعنی چی؟ بازسازی، نوسازی. خب خب معنی کردم، دلم نیومد بهتون نگم، ولی اینا رو خودتون پیدا کنید بهتره، بهتر به یادتون میمونه. جمله دومو ببینید، ریمین رفت. جمله دوم، A truck driver died last night when he's overturned. خب ببینید دو تا واژه ناشنا، truck و overturned. خب میخواییم ببینیم کدوم گزینه. اینجا هیز رو ببینید، هیز چیه؟ صفت ملکیه. بعد صفت ملکی چی میاد؟ اسم میاد. خب پس اینجا یا میشنه یا ویکله، همین، یا میشنه یا ویکله، یه دونه اسم میخواییم. خب خواهش میکنم این درایور رو ببینید. درایور یعنی چی؟ راننده. راننده معمولا ماموریت میره، میگید آره ماموریت راننده، یا وسیله نقلیهشه، ماشینشه. بله کدومه؟ دایو ببینید، مردن. راننده تو ماموریت ممکنه بمیره، میگید آره ممکنه تو ماموریت بمیره. خب ممکنه مثلا ماشینش یه اتفاقی براش بیفته بمیره. بله خب این دای رو اینجا داشته باشید. مجبوریم چیکار بکنیم؟ این اوورترن رو چیکار بکنیم؟ کانتکستوالایز بکنیم. یعنی چی؟ آنالیز بکنیم تا ببینیم. ترن یعنی چی؟ برگشتن. اوور یعنی چی؟ به رو. رو درسته. ماشین وقتی، ببخشید نباید میگفتم ماشین، به رو برمیگرده، کدوم برمیگرده؟ ماشین به رو برمیگرده یا ماموریت به رو برمیگرده؟ یعنی چپ میکنه، میگید ماشین. باریکلا ویکل.
نگاه کنید، اینجوری بگیرید، مجبورید اینجا آنالیز بکنید. حالا آنالیزش هم خیلی ساده است، ترن و اوور رو راحت میتونید چپ کردن معنی بکنید دیگه. ماشینش چپ کرد، راننده فوت کرد. جمله بعدی رو ببینید. خب His smile showed he was not content with my suggestion. Content رو میخواییم اینجا میبینیم و متاسفانه معنیشو احتمالا نمیدونیم. البته آنالیز میتونیم بکنیم. خب عزیزان گفتم دقت بکنید، خواهش میکنم. این اسمایل رو میبینید؟ اسمایل یعنی چی؟ لبخند. چیه؟ اسمه. ما قبل از اسم چی میاریم؟ صفت میاریم. کدوم گزینه صفته؟ تنها صفتی که اینجا داریم چیه؟ آرتیفیشله. ببینید، یعنی چی؟ لبخند مصنوعیش نشون میداد که چجوری بگم، با پیشنهاد من not content. فکر کنم فهمیدید content یعنی چی؟ یعنی چی؟ موافق، راضی. اینا رو بهش میگن چی؟ contextualization، آنالیز متن. جمله بعدی، his tone of voice that he did not hold at much hope. میگید خیلی نفهمیدم. باشه، اگه گفتید جای چی خالیه، جمله چی نداره، نگاه کنید، فعل نداره، میگید پس این did not hold چیه؟ این مال جمله پیروه، بعد از that اومده، این جمله وابسته است، جمله اول فعل نداره. خب برید سراغ فعل. ما چند تا فعل داریم؟ یکی observe، یکی هم indicate. این دوتا که فعل نیستن. خب کدومه؟ نگاه کنید، خواهش میکنم، این دیدو ببینید، دید چه زمانیه؟ گذشته، نه؟ خب کدوم یکی از این فعلا گذشته است؟ observe یا indicate؟ میگید indicate، ایدی داره، خودشه. خب حالا tone of voice رو نگاه کنید. tone of voice یعنی چی؟ لحن صدا. لحن صدا معمولا مشاهده میکنه، اظهار نظر میکنه یا نشون میده. میگید لحن صدا نشون میده، باریکلا نشون میده، indicated، لحن صداش نشون میداد که خیلی امیدوار نیست. did not hold much hope، امید زیادی نداره. شماره 5 رو ببینید. the balcony provided a magnificent view of the river and the mountains. magnificent یعنی چی؟ ولش کنید. چی میخواییم اینجا؟ چی مونده؟ میشن و observe و beyond مونده. خب کلید، نگاه کنید، ریور، مانتینز. ریور یعنی چی؟ رودخونه. مانتینز یعنی چی؟ کوه. کوه ممکنه کجای رودخونه باشه؟ ماموریت رودخونه، مشاهده کردن رودخونه، رودخونه ببخشید، یا چی؟ فراسوی رودخانه، ماورای رودخانه، یعنی اونورتر رودخانه. میگید اونورتر رودخانه، بله دقیقاً. بیاند درسته، میگه بالکونی، همون تراس، بالکون در اختیار میذاشت، یک ویو، یک چشمنداز مگنیفیسنت. خب عالی، از کجا؟ از رودخونه و کوههای فراسو، کوههای ماورا، کوههایی که اون بره رودخونه بودن. خدا قسمت همه بکنه واقعا یه همچین مناظری رو، خیلی دلباز میشه. مرسی. میشن و ابزرو اضافی بودن.